حملات اسلام حراسانه و نفرت پراکنی علیه مسلمانان در بریتانیا تا یک سال گذشته به بالاترین سطح خود در دهی اخیر رسیده است. بر اساس گزارش سازمان تلماما، بیش از 4971 مورد تبعیض و نفرت علیه مسلمانان از زمان حملات 7 اکتبر حماس به اسرائیل ثبت شده که بیشتر این موارد شامل رفتارهای توهینآمیز و تهدیدآمیز بوده است. همکارم در گزارش خود به این موضوع پرداختی با هم می‌بینیم. حملات با هدف ایجاد اسلام، حراسی و نفرت پراکنی علیه مسلمانان در بریتانیا به بالاترین سطح خود در بیش از یک دهه اخیر رسیده است سازمان خیریه ی تلماما که حوادث اسلام حراسی را رسد می کند گزارش داده است که در یک سال گذشته از زمان حملات 7 اکتبر حماس به اسرائیل 4971 مورد نفرت پراکنی و تبعیض علیه مسلمانان در این کشور ثبت شده است بر اساس این گزارش 63 درصد از این حوادث شامل رفتارهای توهین آمیز و 27 درصد دیگر نیز رفتارهای تهدیدآمیز آمیز بوده است. بیشتر این وقایع در شهرهای لندن، شمال غرب انگلستان، یورکشر و میدلندز رخ دادند. همچنین در اوایل امسال گروه های راست افراتی با سوء استفاده از اطلاعات نادرست منتشر شده در شبکه های اجتماعی در مورد قتل سه دختر در ساوتپورت حملات شبانه ای علیه مهاجران و پناهندگان ترتیب دادند. اهداف این حملات شامل مساجد و هتل هایی بود که پناهجویان در آنها اسکان داشتند. پلیس متروپولیتن لندن نیز اعلام کرده است که برای مدیریت رویدادها و اعتراضات پیشرو که به مناسبت سالگرد حملات هفته اکتبر برگزار می شود یک عملیات امنیتی گسترده در دست اجرا دارد فرمانده لوپوتفوت که رهبری این عملیات را بر عهده دارد اعلام کرد این اعتراضات در طول سال گذشته به صورت منظم برگزار شدند و ما به طور مداوم بدون تعصب آنها را نظارت کرده ایم. وی همچنین تاکید کرد که احساسات عمومی در آستانه سالگرد این حادثه بسیار بالاست و پلیس با هماهنگی با برگزار کنندگان رویدادها برنامه های دقیقی برای تضمین امنیت شرکت کنندگان و مدیریت هر گونه حادثه احتمالی در نظر گرفته است.